سرخط خبرها. جان باختن دست کم 10 تن در پی برفباری ها در بخش های مختلف کشور. بررسی جنگ 13 ساله افغانستان از سوی اوباما. کاخ سفید میگوید در مورد شرط های کابل مبنی بر امضای موافقتنامه امنیتی دوباره گفتگو نمی کند. بانوان در کابل نشست برگزار می کنند که حضورشان در انتخابات پررنگ باشد، اما مردم در بسیاری از بخش های کشور هنوز نمی دانند برنامه های نامزدان چیست. و کرزی در میان خرسندی و نگرانی از توسعه فناوری اطلاعاتی استفاده غیر اخلاقی نشود. نگذاریم که اینها اثر منفی سر اخلاقیات ما و جوان های ما خصوصا به این شاد. سلام بر شما. امروز سه‌شنبه 15 دلو و 4 فوریه. من نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. رئیس جمهور کرزی نگران استفاده غیر اخلاقی از شبکه های اجتماعی و فناوری معلوماتی در کشور است. آقای کرزی تاکید میکنه که نباید از فناوری معلوماتی در کشور به گونه استفاده شود که پیامدهای غیر اخلاقی به جامعه داشته باشد. با این همه از توسعه مخابرات و فناوری معلوماتی در کشور استقبال میکند. آره اگه ما رو که تلیفون اتور کن با شما برادرها رو خوارها رو میبینین این مبارک وزید صاحب بخابرات باشه کنه در از این مقابلات بسه داره. رئیس جمهور کرزی نسل سوم اینترنت و تلفن های جی اس ام شرکت مخابراتی افغان تلکام را افتتاح کرد. آقای کرزی از توسعه فناوری معلوماتی در کشور استقبال می کند، اما نگرانی های در این باره نیز دارد. فیسبوک، تویتر و یوتیوب نباید به گونه استفاده شود که ضررهای اخلاقی به همراه داشته باشد. در حالی که از تکنولوژی نو استفاده می کنیم، اخلاقیات جامعه ما را به شکل که جامعه ما است و بسیار عالی است و خوب است که بهترم شود و عالی تر شود، به او پابند باشیم و نگذاریم که اینها اثر منفی سر اخلاقیات ما و جوانهای ما خصوصا به این شاد. با وجود توسعه فناوری معلوماتی هنوز در نهادهای دولتی کارها ساده نشده و کاغذ پرانی ها ادامه دارد، چیزی که رئیس جمهور کرزی نیز با آن تاکید دارد. دنیا که ای گورننس ورتوایی یا الکترونیکس گورننس ورتوایی اقدادی چی کاغذ پرانی لرسی به حکومت که کاغذ پرانی او سرعت دکار دیرسی. واح 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 واح. شرکت دولتی مخابراتی افغان تلکام نزدیک به 7 سال پیش ایجاد شده و به تازگی در بخش نسل سوم اینترنت و فناوری جی اس ام 65 میلیون دلار هزینه کرده است. بهای خدمات جی اس ام به مراتب ارزان است و به نظر می رسد که پس از این رقابت میان شرکت های مخابراتی خصوصی و دولتی جدی خواهد شد. دا سیستم په کابل کې البته افتتاح کیږي او په همدې هفته کې به په لسو ولایتو نورو کې هم د دغه خدمات پیل شي. او زموږ پلان دا دی چې په شپږو میاشتو کې دا خدمات د افغانستان ټولو ولایتو ته ورسیږي. افغانستان در جریان 12 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در بخش مخابرات و فناوری معلوماتی داشته است. این پیشرفت‌ها در سطح منطقه بی‌نظیر گفته شده، اما از بلند بودن بهای مخابرات و اینترنت همواره انتقاد شده است. هنوز پیکارهای انتخاباتی در بسیاری از بخش‌های کشور آغاز نشده است. باشندگان این بخش ها می گویند که تاکنون درباره برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چیزی نمی دانند و این کار آنان را سخت نگران ساخته است. در کابل نیز از میان 11 نامزد ریاست جمهوری تنها چند نامزد محدود به کارزارهای انتخاباتی آغاز کردند. گزارش از این خبر تا لحظات دیگر به نشر می رسد. 6 مرکز رایدهی در ولایت تخار زیر تهدید بلند امنیتی قرار دارد. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند این مراکز در ولسوالی اشکمش قرار دارد، اما آنان تاکید دارند که تلاش میکنند تا امنیت مراکز یادشده را تامین کنند. این مسئولان از تدابیر لازم برای تامین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز خبر میدهند. گاهی وقت از ولسوالی برکه ولایت بغلان به طرف ولسوالی اشکمش وقتی عبور میکنند، گاهی وقت اگر تهدیدی سال کمی در اونجا پیدا میشه که انشاءالله در پوشش امنیتی ماست تا زمانی که وقتی ریگلی شروع میرسه ما او را انشاءالله از بین میبریم.
اشتراک کنندگان نشست ملی زنان و انتخابات بر حضور پررنگ بانوان در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند. آنان گفتند بانوان به نامزد رای بدهند که به بانوان بانوان جزء مهم جامعه باور داشته باشد. اما ناامنی هنوز هم بانوان تهدید جدی فراراه حضور پررنگ بانوان در انتخابات آینده در مناطق ناامن دانسته می شود. با آغاز کارزارهای انتخاباتی ظاهراً بانوان هم بیشتر از پیش میکوشند تا سرنوشتشان را در حکومت آینده از همین اکنون روشن سازند. در پیوند با همین تلاش‌ها امروز در نشستی که در کابل راندازی شد، نقش بانوان را در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایت به بررسی میگیرد. هر یک شما وظیفه دارین که ده‌ها، صدها و هزارها نفر با خود بکشانین. باید تشریح بکنین هر یک شما به دیگه خانم ها که رفتن به پای صندوق های رای چقدر ارزش داره به خانواده ما، به اولادای ما، به زندگی آینده ما و این سخت تغییر دهنده است. در حالی که همه نامزدان ریاست جمهوری در خط مش و برنامه هایشان بر حفظ دستاوردها در راستای حقوق بانوان تعهد سپردند، اما شرکت کنندگان این نشست تاکید می‌ورزند که بانوان باید به نامزدی رای بدهند که به اهمیت نقش آنان در جامعه به گونه کامل باور داشته باشد. همه قدر که مهم است که یک زن به پارلمان باشه، اونمو قدر مهم است که ما یک رئیس جمهوری داشته باشیم که واقعا عقیده داشته باشه که زن جزو مهم زندگی افغانستان است، واقعا عقیده داشته باشه که درس مساوی، کار مساوی و دخالت سیاسی مساوی فقط میتونه که افغانستان از این بنبست نجات بده. ما شما میخواییم، بر اولاد خود میخواییم، بر خود میخواییم، بر خانواده خود میخواییم فرصت های بهتر داشته باشیم، زمینه های بهتر داشته باشیم، زندگی ما بهتر باشه. اگر این را میخواییم، پس مسئولیت خود باید ادا کنیم و در این روند سیاسی سهم بگیریم. تلاش های بانوان برای حفظ پیشرفت هایشان در حکومت آینده در حال افزایش می‌یابد که ناامنی در بخش های از کشور هنوز هم به عنوان مانع بزرگ فرارای حضور بانوان در انتخابات آینده قرار دارد. هرچند نهادهای امنیتی میگویند که میکوشند این تهدیدات امنیتی را تا برگزاری انتخابات 16 عمل سال آینده دور سازند. دست کم 10 تن بر اثر برفباری های اخیر در بخش های از کشور جان باختند و اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید این افراد در ولایت های بدخشان، بامیان و پروان از اثر برفباری های روز گذشته جان دادند. با گفته این اداره شمار هم زخمی هستند، اما شمار دقیق آن هنوز معلوم نیست. در چند روز گذشته در بسیاری بخش های کشور به ویژه شمال برفباری ها افزون بر تلفات خسارت زیاد را به بار آورده است. گذرگاه سالنگ از اثر این برفباری ها بسته بود و نیز راه های مواصلاتی چندین ولسوالی بدخشان و مرکز این ولایت همکنون نیز مسدود است. مجموع تلفات انسانی در تمام ولایت افغانستان 10 نفر است و چند نفر معدود هم زخمی است. از طریق ماشینری وزارت محترمی فواید عامه و امکاناتی که وزارت انکشاف دهات قبلا به اثر قراردادهایی که اینا در محلات قریجات افغانستان داشتن فعلا کار به شدت جریان دارد تا تمام راههایی که مسدود شده باز شود. رئیس جمهور اوباما جنگ افغانستان را به بررسی میگیرد. کاخ سفید در واکنش به گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی میگوید که گفتگوها درباره شرط های کابل بر سر امضای موافقتنامه امنیتی اثر گرفتن نخواهد شد. سخنگوی کاخ سفید یک بار دیگه هشدار می‌دهد که اگر این موافقتنامه امضا نشود هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان نخواهد ماند. در روزهای اخیر رئیس جمهور کرزی درباره امضای این سند گفته است که این یک تصمیم تاریخی است و در این باره قمار نمی‌زند. رئیس جمهور کرزی بر سر امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن قمار نمی‌زند و با ما هم سربازی در افغانستان نمی‌گذارد. تازه واشنگتن یک بار دیگر از کابل می خواهد تا این موافقتنامه را به زودی امضا کند، زیرا تاخیر در این کار ناتو و امریکا را به چالش گرفته است. تاکید ما بر امضای موافقتنامه امنیتی در هفته هاست نه ماها. در صورتی که اگر این موافقتنامه امضا نشود هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان پس از 2014 میلادی حضور نخواهد داشت و نیز گفتگوها درباره این شرط ها برای امضای موافقتنامه امنیتی اثر گرفتن نخواهد شد. In Afghanistan beyond 2014 without a signed bilateral security agreement.
به نظر می رسد که افغانستان هنوز هم برای ادامه حضور نظامیان خارجی و کمک های دراز مدت جامعه جهانی و به ویژه واشنگتن یک نیاز مبرم دارد. چنان که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم برای امضای زود هنگام موافقت نامه امنیتی با واشنگتن تاکید می فرزند. دکتر عبدالله عبدالانیس یکی از این نامزدان است. تعیین سرنوشت هرچه زودتر موافقت نامه امنیتی را هم که باعث تشویش مردم ما گردیدن، این را هم ما یک امر لازمی می دانیم. در این میان واشنگتن می کوشد جنگ افغانستان را به بررسی بگیرد. یک ماه سال 2014 میلادی می گذرد، سالی که تا پایان آن همه نظامیان خارجی از افغانستان بیرون خواهند شد. اکنون هم براک آباما با مقام های پنتاگون جنگ و اوضای افغانستان را به بحث می گیرند. ایالات متحده هنوز از وضعیت این منطقه نگران است، چون رهبر القاعده در این منطقه به سر می برد، شبکه ها فعال هستند. ما باور دارم که ایالات متحده این منطقه را ترک نمی کنه و اجازه نمی ده که مجددا به تمدن غربی و ایالات متحده و متحدینش عمله صورت بگیره. بنان افغانستان در تمرکز جامعه جهانی و ایالات متحده قرار داره، اما بازی های رئیس جمهور یک مقدار این مسئله را کمرنگ ساخته، به عنوان خروج نهایی حساب نمیشه. 12 سال از نبرد غرب در افغانستان می گذرد. رهبر این ماموریت را واشنگتن داشته است. این درازترین ماموریت جنگی واشنگتن در بیرون از امریکاست. اما هنوز هم زمان دقیق پایان پیروزمندانه این جنگ روشن نیست و دامنه گسترش این نبرد تا بخش های آرام کشور زبانه می کشد. حال دیگر میدان نبرد به نیروهای بومی گذاشته شده است. سرانجام شورای وزیران پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات را تایید کرد. این قانون پیش شرط اطلاع رسانی دقیق به شهروندان کشور است و در مورد حساس مثل انتخابات اهمیت وجودی آن بیشتر می گردد. شورای وزیران به مشاور امنیت ملی، وزیر عدلیه و رئیس دفتر ریاست جمهوری دستور داده است تا این قانون را بازنگری، تصحیح و نهایی سازند. همزمان با این، نهادهای خبرنگاری از رئیس جمهور می‌خواهند که برای اطلاع رسانی دقیق و مؤثر از انتخابات این قانون را در یک سند تقنینی نافذ کند. پیکارهای انتخاباتی در 3 روزش، مردم هم تشنه اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر از این روند، روندی که سرنوشت انتخابات را رقم خواهد زد. در کنار عوامل دیگر، اطلاعات نیز نقش اساسی در انتخابات دارد. آنچه که پس از چندین ماه انتظار سرانجام شورای وزیران قانون دسترسی به آن را تایید کرد. انتخابات یک پروسه یا یک فرایند ملی است. مردم با تمام جزئیات نیاز دارند این فرایند را معلوماتش داشته باشند و امکان پذیر نیست این مهم الا اینکه قانون حق دسترسی به اطلاعات داشته باشد. قانون اساسی نیز حق دسترسی شهروندان کشور را به اطلاعات تضمین کرده است. تنها محدودیت در این زمینه حقوق دیگران و امنیت عامه پیش بینی شده است. اکنون با تایید پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات، شهروندان کشور گام دیگری برای تصویب این قانون پیش شدند. این اقدام در مجموع برای رسانه‌های افغانستان میتونه یک اقدام فوق‌العاده باشه و در صورتی که مدت زمان کوتاهی به انتخابات باقی مانده، رسانه‌ها خبرنگارها نیاز دارند تا در آستانه انتخابات بیشتر به اطلاعات و معلومات دسترسی داشته باشند. با آغاز پیکارهای انتخاباتی، اطلاعات درباره انتخابات و چگونگی این پیکارها ظاهرا حرف نخست را میزنند. کمیسیون مستقل انتخابات نیست تاثیرگذاری نقش رسانه ها را در شکل دهی انتخابات نادیده نمی گیرد. امیدوار هستیم که با تیم جدیدی را که ما در کمیسیون رسانه ها بودیم، اونا بتونن همون نظارت لازمی را که قانون برشان صلاحیت داده هم از رسانه ها داشته باشن و هم از دیران کمپاین های انتخاباتی کاندیدا، تا اینکه ما بتونیم همون چارچوب توقعاتی را که مردم داره از ما در روز انتخابات و در جریان کمپاین ما را برآورده بسازیم. آزادی بیان و رشد چشمگیر رسانه ها در کشور مهمترین تغییر پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان پنداشته می شود. تأخیر در تصویب قانون دسترسی به اطلاعات اما مهمترین نگرانی برای جامعه خبرنگاری افغانستان بوده است. زیرا مردم نیاز به اطلاعات و نیاز به آنچه که در کشور می گذرد دارند و دولت در مورد از دادن اطلاعات خودداری کرده است. حالا که پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات تایید شده است، انتظار از تصویب زودهنگام این قانون است. به ویژه که انتخابات بازار اطلاعات را پرحرارت تر ساخته است. با
چند رویداد دیگه باز هم با شما هستم. ولی نورستان میگوید برکناریش از سمت این ولایت انگیزه سیاسی دارد. او اتهامات وارده بر خود را رد کرده و این برکناری را به انتخابات ریاست جمهوری پیوند میدهد. رئیس جمهور کرزی شب گذشته والی نورستان، رئیس انکشاف دهات و رئیس کمیته حالت اضطرار این ولایت را به اتهام فروش 3000 تن گندم برکنار کرده است. از سوی هم اداره مبارزه با حوادث نمیپذیرد که 3000 تن گندم در ولایت نورستان به فروش رسیده باشد. برکناری 3 مقام به اتهام سوء استفاده و اختلاس. اقدام در اداره رئیس جمهور کرزی بند ردیده شده است. این فردی که به حیث والی نورستان کار میکرد، همراه با رئیس انکشاف دهات و رئیس کمیته حالت اضطراری این ولایت یک جا از سمتهایشان برکنار شدند. اتهام این افراد فروش 3000 تن گندم است که از طریق اداره مبارزه با حوادث با آسیب دیده های رویدادهای طبیعی نورستان روان شده بود. اما حالا تمیم نورستانی نسبت دادن فروش 3000 تن گندم بر خودش را شگفتی آور و انگیزه برکناریش را سیاسی می داند. ما این مسئله را اول شدید کردم. این بخلی یک مسئله سیاسی وقت انتخابات نزدیک است و یک دسیسه سیاسی برگاهی نام را دیگه داخل کردم. مارش غلط، غیر موثق و یک جالبه. تصمیم برای برکناری این 3 تن زمان گرفته شده است که هیئت از مرکز به نورستان رفته و این قضیه را بررسی و گزارشش را به رئیس جمهور ارائه کرده است. حالا اداره مبارزه با حوادث فروش 3000 تن گندم از سوی مقام ها در این ولایت را نمیپذیرد. دریافته های ما به این معنا است که از جمله 3000 تن فعلا با اقدامات صورت گرفت. پس دوباره به معلوم تخییر که باید یک بزرگ خوب شد تا مردم برسد. با تلاش های زیاد موفق به گرفتن نظر دادستانی در این باره نشدیم. نورستان یکی از ولایت های دوردست و ظاهراً عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی در آن بسیار کم رنگ است. 2 سال پیش نیز والی و فرمانده پلیس پیشین این ولایت به اتهام اختلاس دست کم 21 میلیون افغانی تنخواه پلیس از وظایفشان برکنار و به دادستانی معرفی شده بودند. ژاپن به ارزش 43 میلیون دلار فرودگاه کابل را تجهیز می کند. با این مقدار پول یک زون امنیتی ساخته خواهد شد که ترمینال های جداگانه برای رفت آمد مسافران هم شامل آن است. ژاپن کشوری که ظاهرا به هیچ چشم داشته مردم افغانستان را کمک می کند. مثلا ترمینال های کنونی فرودگاه کابل برای پذیرایی 1.4 میلیون مسافر در یک سال بسنده نیست. خیلی ها هم از این مسئله شکایت دارند. ژاپن این ترمینال ها را بزرگتر می سازد. همچنان یک زون امنیتی برای امنیت بیشترین فرودگاه ساخته می شود. پروژه مساعدت بلاوز 4.427 میلیون ین ژاپنی معادل حدود 43 میلیون دلار امریکایی به افغانستان را که جهت تقویت میدان هوایی بین‌المللی کابل اختصاص داده شده است با سفیر کشور دوست ژاپن به امضا می‌رسانم. موافقتنامه میان کابل و توکیو برای رسمی شده این کمک بدون بازپرداخت در اینجا امضا می‌شود. پیش از که داخل می‌شود میدان هوایی همینجا که زون سکیورتی را جور کردیم. ماشینی که داخل میشه اکسره همه چیز داره، خود مسافرها در داخل ماشین شوشته همه تیر میشه همه چیز در چک میشه. دیگه همینطور شود باز بیروبار هم دیگه بیشتر کم میشه انشاءالله. دیگه از این اصلا پروژه ما امریکا است. ژاپن کشوری است که در بحرانی ترین شرایطش افغانستان را کمک کرده. مثلا این کشور در 12 سال پسین بیش از 5 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کرده است. اما در نظر دارد تا سال 2007 میلادی میزان این کمک ها تا 7 میلیارد دلار برسد. سوریه به زودترین فرصت جنگ افزارهای کیمیاویش را به بازرسان سازمان ملل متحد تسلیم خواهد کرد. معاون وزیر خارجه روسیه اطمینان داده است که دولت بشار اسد در گفتگو با مقامهای دولتی کشور گفته است که به خاطر تعهد به گفتگوهای صلح ژنو هفته آینده بازرسان سازمان ملل میتواند مقدار زیادی از جنگ افزارها را از این کشور بیرون کنند. در این حال دولت سوریه تعهد کرده است که تا ختم ماه روان میلادی تمام جنگ افزارهای کیمیاویش را نابود خواهد کرد.
این گفته ها در حال صورت گرفته است که جان کری دو روز پیش از مقام های دولت روسیه خواست که دولت بشار اسد را مجبور سازد تا پروسه تسلیم دهی جنگ افزارهای خود را سرعت بخشد. نخستین دوره گفتگوهای دولت پاکستان با نمایندگان تحریک طالبان این کشور به تأخیر افتاد. پس از آن که نمایندگان دولت پاکستان از نمایندگان تحریک طالبان این کشور در این نشست خواست که پیش از آغاز این گفتگوها باید شمار از شرایط را واضح سازند، این گفتگوها به تأخیر افتاد. بر بنیاد گزارش ها این گفتگوها ساعت 2 پس از ظهر امروز آغاز شد و پس از 1 ساعت به تأخیر افتاد. اما تا کنون روشن نشده است که به کدام دلیل این گفتگوها به تأخیر افتاده است. در این حال نمایندگان دولت پاکستان اعلام کردند که دلیل در تأخیر این گفتگوها را امروز اعلام خواهد کرد. مهمترین ها از یک در همین جا به پایان رسید. از همراهی تان سپاسگزار است. ما وقت خوش برتان آرزو می کنم.